تعمیر بسیار قدیمی بود، خیلی فرسوده شده بود، دیوارها ریخته بود، شاریده بود، در کتابخانه سقفی و یک قسمت افتاده بود و احتمال از اینکه هر آن بالای افراد و اشخاص بفته که وجود داشت. قسمت هم مثلا این تالار مثلا چوکی همش فرش و پرده و سیستم برقی اینا الماری باشه، از طرف ما با خصوص یک اتاقی برای نشریات آماده کردیم. غیر از اتاق نشریات اتاقی برای مطالعه هم آماده کردیم، میز مطالعه باشه، الماری باشه، چوکی باشه، هر اتاق را و یک اتاق هم بر کارگاه مثلا چوکی برای شاگردان یا تخته باشه، الماری باشه، دوباره چند تا بخش همینطور آماده کردیم اینجا. به حساب بازسازی و تجهیز ما حدود 80% کار شده. همین سالونی که ما و شما در اختیار دارین، این سالون کلن رنگ شده، کافی و سرامیک شده، سیستم برق‌ارزی از نو شده، الماری هایی که شما میبینیم در دو طرف یه الماری ها تازه شده، تمام دروازه ها، دروازه های کل همین مجتمع، اینا همه عوض شده. متاسفانه در گذشته ما یک تعمیر درخوری که در شان انجام ندیوی نداشتیم. با همکاری و همیاری دفتر محترم تیکا در هرات این انجمن بازسازی شده و امکانات بری از این آورده شده و تجهیزاتی که ما میتونیم به صورت بهتر از اینا استفاده کنیم. و این نخستین انجمن افغانستانه که بعد از او انجمن ادبی کابل تاسیس میشه، ارزش از این از نظر تاریخی بسیار زیاده و خوشبختانه در طول نزدیک به یک قرن تانسته فعال بمونه. نسل پشت نسل نویسنده ها، شاعرها، منتقدها، ادیبای ما آمدند و کوشش کردند که این چراغ روشن باشد. بزرگان حوزه زبان و ادبیات فارسی دری در این انجمن به صفت مسئول ادای دین کردند که واقعا از جمله اکابر و مشاهیر بزرگ این شهر و کشور هستند و اعضای نامور هم به نگارش کتاب‌ها و به سرایش اشعار پرداختند که هر یک از اونا میتونیم بگیم که جزء لایه‌های شئون به اعتبارات حوزه زبان و ادبیات فارسی دری هستند. Thank you.